بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوشی را پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی خوشتر بهتر در انتظارتون باشه. امروز جمعه هست، 23 ماه مارس 2018 میلادی برابر با 3 فروردین 1397. خیلی ممنون از دوستانی که زودتر از خود من میان روی فیسبوک. میبینن دیگه وقتی میان حتی من حاضر نیستم، دارم کارا رو انجام میدم. در اصل ممنون میشم اگه این برنامه رو شیر کنید. دیدم داوود عزیز از بلژیک. آقا داوود، اینه که من میگم اسم بگو. حالا ممکنه مثلا داوود اسم پدر بزرگت باشه، اصلا برای من مهم نیست. ممکنه داوود اسم بقال سر کوچه‌تون باشه یا به عنوان حضرت داوود شما این اسم رو انتخاب کرده باشی، ولی من یه جایی هست که بگم بابا یه آدمی به نام داوود لطف کرده، امروز دو بار پیام گذاشته و چقدر مرتب قشنگ توضیح داده. شما معلم بودی؟ گفتی تو هواپیمایی کار میکردی. گفتم شاید شما مثل ما معلم بودی، بعد که در به در شدی مجبور شدی هر جایی که به اصطلاح کاری هست کار کنی تا امور زندگی رو بگذرونی. در اصل پیام شما رو پخش میکنم. امروز متاسفانه با وجودی که من مهمان داشتم ساعت 3 بعد از ظهر، ولی یک برنامه‌ای برام پیش اومده که باید برنامه رو زودتر تموم کنم و برم. پس من با عزتتون میرم، دوشنبه شما رو میبینم. نه بابا وایسین، قهر نکنید. میگه حالا ما اینقدر وایسادیم، این حالا اومده میگه من میخوام برم. خب میخواستی نیای زودتر میگفتی. شما دارین از این دوستایی که مثلا قرارتون 5 وایسادین 5 روب شده، بعد زنگ میزنه، حالا شما نگران منتظرید که مثلا بگی من بیمارستانم، تا الانم بیهوش بودم، الان به هوش اومدم. میگه که ببین من یک کم دیر میام. میگم والا یک کم که دیر شده، خیلی هم دیر شده. بعدم شما باید قبلش بگی من دیر میام، نه اینکه بعدش بگی. جزو کدومشون هستی؟ جزو اونایی که سر وقت میرسن منتظر مثل سوربی چند دقیقه زودتر، یا جزو اونایی که دیر زنگ میزنی تازه میگی من زنگ زدم که دیرتر بیام؟ کی میخوایم درست بشیم؟ میشیم اگر افرادی با حوصله باشن و قدم به قدم به همون بگن و ما هم ناراحت نشیم، درست میشه. ممنونم از دوستی که با وجود اینکه طرفدار پادشاه هست، البته طرفدار رضا پهلوی نیست، چون رضا پهلوی خودش ثابت کرده که لیاقت پادشاهی هم نداره. حالا پادشاهی چیه؟ هیچی، بخور و بگرد، هیچ کاری نکن، ولی این لیاقت اون کار رو هم نداره. یه دوستی که گهگاهی، یعنی گهگاه نگم که بهشون بر بخوره، همیشه حامی ما بوده و کمک میکرده، حتی وقتی خودش نمیتونسته مستقیم حمایت کنه از خواهرشون توی آمریکا تقاضا میکردن، کمک میکردن اینا، و من به نوبه خودم ممنون هستم. برای من نوشتن که از اون کارتی که بله بابا مردم اطمینان میکنن کارتشون رو میدن دست ما، ما هم مثل اون کانال فلان نمیریم 16000 دلار چارجشون کنیم. هر وقت زنگ زدن یا هر وقت نامه نوشتن و اون چارج میکنیم. ایشون نوشته بود که منو 110 دلار چارج کن. یکم فکر کردم، گفتم ایشون معمولا 100 دلار میده، چرا حالا 110 دلار؟ حتما یورو رفته بالا یا ایام عیده ایشون میخواد 10 دلارم به من عیدی بده، 100 دلار برای تلویزیون مردم، 10 دلارم سوربی بره آبجو ارزون بخره بخوره. بعد واقعا میگم وقتی که ایشون توضیح داد، اصلا نپرسیدم چرا، گفتم هر دلیلی داره اب نداره. وقتی که ایشون توضیح داد که چرا این بار 10 دلار اضافه تر، اشک تو چشام جمع شد. من آدم به اصطلاح کسی نیستم که اشکش دم مشکش باشه و زود احساساتی بشه، ولی اونجوری هم نیستم که بگم مرد که گریه نمیکنه. اتفاقا مرد اگر انسان باشه باید گریه کنه و اشک من در اومد. برای اینکه این دوست عزیز بیننده نوشته بود که این 10 دلارم برای اون کتاب PDFیه که شما برای من فرستادی، برای من هیچ زحمتی نداشته، یه لینکی یا یک پرونده ای روی کامپیوترم بوده برای ایشون فرستادم، همون موقع تشکر کرده، همین حالا که خواست پول بده یادش بوده 10 دلارم داده. من به نوبه خودم ممنونم. به قول این روزی ها چی میگن؟ نماسته. در هر صورت این آقای شاهین فتحی رو من باید دعوت کنم در سال جدید، حتما یه برنامه در خدمتشون باشین. و ممنونم که با وجودی که فکر میکنم اختلاف نظر داریم ولی میتونیم با هم صحبت کنیم. اصلا
آدم های پیشرفته و دموکرات و نمیدونم، نه دموکرات و ریپابلیک منظورم نیست، آدم هایی که دنبال یه حکومتی میگردن که توش هر کسی حرفی داره بزنه، نه فقط من حرف بزنم، باید اینجوری باشه، مخالف ها هم صحبت کنن. و احتمالا شما تو فامیلتون توی دوستاتون مخالف دارین، آقا خانم به اونا که فوش نمیدی، که این چه بدبختیه که گرفتار شدی که چون من اینجا نشستم تو شیشه و میدونی که نمیتونم اینجوری خیرتو بچسبم فوش میدی، ولی من فوش رو نمیدم. سال نوه تصمیم گرفتم که یه کمی مهربونتر باشم، چون مارتین لوتر کینگ میگه که من خودم رو نمیتونم انقدر بیارم پایین، پست فطرت کنم که از یه کسی متنفر باشم. و من این رو به این دوستانی که قبلا دشمن بودن، بعدن مخالف شدن، بعدن دوست شدن، بعدن رفتن به دشمنای من پریدن که آقا این از شماها که دوست ما بودید والا خیلی بهتره، اقلا اگه فوشم میخواد بده یه قلوب آب میخوره که فوش آبدار بده. واسه این فوش آبدار یعنی چی؟ یعنی همچین وقتی میگن میچسبونه با آدم. در صورت دوستان عزیز، خیلی خوشحالم که با شما هستم. امروز برنامه آقای حسن ارشاد، برنامه شماره 171، ماشاءالله به این اقامت، به این مقاومت، به این استقامت، چون دوستان بهایی هم به ایشون حمله میکنن، ولی از طرفی خوشحالم که دوستان بهایی هستن که حمایت میکنن برنامه ایشون رو. آقای مطلبی، دوستان دیگه ای که در رفتید، دوستان دیگه ای که به من گفتید این بیاد اشکال نداره، ولی تا این اومد نمیخوام بگم شما دنبتون رو گذاشتین روی پشتتون یا دنبتون رو گذاشتین وسط پاتون رو در رفتین، ولی در رفتید، حقیقت تلخ. در هر صورت بازم سال نو رو بهتون تبریک میگم. آقای حسن ارشاد، برنامه 171، آموزه‌های بهایی، وحدت در کثرت عالم انسانی، از ادعا تا عمل. و اما تشکر از حمایت دوستمون از مریلند و دوست دیگمون از آلمان که گفتم، و نامه این آقای ابراهیم، امروز هرچی پیغمبر بوده اومده تو برنامه ما. ابراهیم جان، تکست من رو گرفتی، خیلی خوشحالم که این دوستمون معلم پیر واقعا هم درد منه، درد من رو میدونه و حمایت کرده، خیلی ممنونم. ضمن این که واقعا انتظار نداشتم شما به اصطلاح $30 زحمت بکشید، پول مانی اوردر بدید و بفرستید، ولی از شما ممنون و متشکرم که این کار رو انجام دادید. بیشتر ممنونم که یک صفحه برای من نامه نوشت. نوشته که به نام خدا، سلام آقای سربی، امیدوارم با رسیدن این نوروز سالی که در پیش داریم روزهای آینده خوبی باشته باشیم و دستتان درد نکند. تا می توانید به این مادر فلان ها به هر چی فوش و لجن بکشید، زیرا سزاوار این عمل هستم. موقعی که یک معلم را با ماهی فقط 29 تومان باور کنید سربی خواستید ابلاغ آن را برایتان ارائه می دهم. فقط 29 تومان در ماه، روزی یک تومان هم کمتر، البته ایشون نشته یک تومان اجاره خونه و خرج و اینها، و چه خانه هایی و خرج حمام و یه چیز دیگه هم نشتن، معانی دیگر مایحتاج را نمیشه، مخصوصا معلم ورزش که باید صبح تا شب هم اینور اونور میدوید و به اصطلاح هر روز، یا ایشون ننوشته، من دارم میگم، هر روز با دوش میگرفته دیگه. چند تا از هم دوره های من شیرازی ها در هم در اردوی منظریه زمان مصدق با هم بودیم که شاید عکس هایشان را در تهران داشته باشند. آن وقت مادر فلان میگوید من فقط $60,000. عزیز من کاکو جون، 62 میلیون دلار کی گفت 60,000 دلار؟ آقای رضا پهلوی در مصاحبه ای که موجوده با کامبیز حسینی گفت 62 میلیون دلار. شما اینجا تخفیف بهش دادی، نوشتی 60,000 تومان. تازه بعد آقای احمدعلی مسعود انصاری گفت دروغ میگه، این یکی از اقلام دارایی اینان. مثل این که من بیام توی جایی شما بگی چند داری، بگم 10 دلار،
بله تو این جیبم 10 دلار دارم، تو این یکی 100 دلار دارم، تو این 300 دلار دارم، تو این 1000 دلار دارم، و ضمن اینکه حقیقت گفتم، گفتم من تو این جیبم 10 دلار دارم، دروغ گفتم که نگفتم جیبای دیگه چند دارم. در صورت ابراهیم عزیز ادامه میده که لعنت بر پدر مادر دروغگو. بگذاریم، قرار بود که من به تهران بروم، ولی یکی از اقوام را زنده به بیمارستان فیرفکس تحویل دادیم، پس از چند روز جنازه‌اش را تحویل گرفتیم. این بود که نتوانستم، و اینجا یه چیزی نوشتید که نتوانستم به دادور زنگ بزنم. دادور، آها آه شما هستید. ببین خدای عجب دنیایی، این دوستمون وقتی که ما گفتیم آقای سفر دادور احتیاج داره به یک کسی که میخواد بره ایران، دو تا عصا، چهار تا از این وسایلا، والا توش هم نه تریاکی نه هروئینی، اصلا میتونید بازش کنید ببرن برای افراد نابینا، این دوستمون تماس گرفته بود، گفته بود من این کارو میکنم، بعد احتمالاً به خاطر اینکه دوستشون رو از دست دادن نتونستن برن. ولی من واقعا ممنونم که شما توضیح دادید، من این رو به سفر دادور نشون میدم، حتما خوشحال میشه که بابا همه آدما هم دروغگو نیستن، بیخیال نیستن، و بعضیا گاهی وقتا اتفاق برشون پیش میفته، مثل امروز من همین دوستمون صبح نوشته بود که آقای سوربی شما قبل از برنامه به من زنگ بزنید چون من سرم خیلی شلوغه. گفتم آقا جون من برنامه‌ام 2 شروع میشه، من وسط برنامه که کار بچه مرشدی رو انجام دادم، میخوام شما رو به عنوان مرشد بیارم، روز جمعه که بیشترین بیننده رو داریم، اون وقت شما به من میگی حالا بهت زنگ بزنم. خب یا یه منشی استخدام کن یا یه چیزای جدیدی هست، خیلی جدیده، حتی این آخونده هم ازش استفاده کنم. بابا جون اینو بذار آلارمش، الان شما اینجا شاهدی، ساعت 2:30 که میشه این شروع میکنه زنگ میزنه، میگه سوربی آگهی اندی رو نشون بده، آگهی والنتاین رو نشون بده، آگهی 26 رو نشون بده، آگهی سفر به نیویورک رو نشون بده. خب دوست عزیز، تو که میخوای بری ایران آزاد کنی، خودت رو نمیتونی برنامه داشته باشی، اسکجول داشته باشی، از این 24 ساعت در روز درست استفاده کنی، چه پیامی به مردم داری؟ اتفاقا من امروز صندلی رو داغ کرده بودم آماده برای ایشون که وقتی میاد سوالای داغی ازشون بپرسم، بپرسم آقا شما چند ساله فعال هستی؟ و الان ببین که این بچه ها فردا توی واشنگتن 1,000,000 نفر رو جوونا جمع میکنن دوست، شاید هم بیشتر بشه. من احتمالا گزارشی هم از اونجا براتون تهیه میکنم. میدونید که این نماینده ها و خبرنگارای ما از بس آخونده به ما پول میدن همه جا هستن، فردا از یوتیوب اینا رو برمیدارم بهتون نشون میدم. بله دادور زنگ بزنم و تهران نرفتنم منتفی شد، شماره تلفن قبلی من قطع شده بود، حالا شماره تلفن من این است، به این شماره تلفن من تکس فرستادم. ابراهیم جان به من بگو که تکس رو گرفتی یا نه. بعد ایشون نوشته ببخشید که به جهت کهولت سن دستم لرزش دارد و خطم شما را به زحمت انداخته، مبلغ ناچیزی تقدیم همیاری با تلویزیون مردم، ضمناً این تلفن جدید تکس هم دارد و می توانم در صورت لزوم با اسکایپ هم قیافه خود را ببینیم. البته ایشون یه چیز دیگه نوشته، اب نداره. 27 اسفند 96، عیدتان هم مبارک. دیگه از این مبارکتر نمیشه، والا بلا، نه به خاطر 30 دلار، به خاطر این مهر و علاقه که از این بالا تا این پایین آدم رو بسته، نمیخوام بگم شرمنده، این تعارف ها چیه، در صورت آدم رو مدیون خودشون میکنه. دوستان عزیز تشکر رو انجام دادیم. امروز فرانسه متاسفانه باز هم ترور در سوپرمارکت، و میگن که این شخص رفتی رفته داخل فریاد زده الله اکبر رو، نمیدونم گفته که اینم یکی از سربازان آیسیس هست و اینها، و جالبه بعض وقتا اینا اصلا آیسیس خبر نداره، ولی اینها چون به اصطلاح عصبانی هستن و میپیوندن به اینها، معمولا توی فرانسه اینا کسایی هستن که نتونستن خودشون رو با جامعه فرانسه تطبیق بدن، پدر مادرها اینا رو توی به اصطلاح کامیونیتی یا جامعه خودشون نگه داشتن و توی مدرسه ممکنه اذیت میشن، مسخره میشن اینها، بعد که حالا این وسیله افتاده دستشون که مثل یک دریچه‌ای بتونن فریاد بزنن، سرشونو بکنن بیرون نگاه کنن،
به جای اینکه این دریچه رو باز کنن، هوای باز بگیرن، آزادی بگیرن، یاد بگیرن، دریچه رو باز میکنن، داد و بیداد و فحش. همین آمریکا یه نفر با ماشین کپسول گازم گذاشته بود توش، رفته زده به در فرودگاه و ماشینش هم آتیش گرفته. متأسفانه چون تو ماشین بودم و خبرها رو گوش میدادم، یه خط در میون بود، متوجه نشدم دقیقاً کجا بوده. و اتفاقا دیروز با یه آمریکایی که تو مجلس کار میکرد صحبت کردم و گفت که فردا قرار اینا بیان برای تظاهرات بر علیه اسلحه. من گفتم بابا اینا نمیگن اسلحه نداشته باشیم، میگن این اسلحه های اوتوماتیک کشتار دست جمعی رو نداشته باشیم، و الا شما بله یه اسلحه بزرگ اینجوری بخر. مثل اون وقتا ماسکدیر میگفتن که با ساچمه و نمیدونم سیم و اینا پرش میکردن، بشین شب تا صبح منتظر که اگه دزدی اومد در باز که تق شوتش کن، ولی احتیاج نداری به AR-15. البته اینا هم میگن خب اگه ما در باز کردیم اون با AR-15 آمد تو چه کار کنیم. اینم موزل بزرگیه. و اما پیام ها، پیام این دوستمون از بلژیک، ببینید آقای داوود از بلژیک شمارش هم قایم نکرد، ولی حالا شما فکر کنید من از شماره این، از داوود، از اینکه در بلژیکه، چه استفاده های سرشاری میبرم، چه سوء استفاده هایی میکنم. هیچ، والا پس فردا اگه دوباره زنگ بزنه بگه اسم من مصطفی است، ممکن من اصلا تشخیصم ندم. ولی حکومت های دیکتاتوری هستن که من و شما رو میترسونن. به زنت نگو زنم، نگو خانم فلان، اسمشو نیار تو خیابون. اگه هستی بگو چی مادر بچه ها، یا چی میگفتن تو ایران. ولی شما اینجا میری یه دلار میخوای نوشابه بخری تو 7-11، آقا اینجاش نوشته اسمش کوینه، اون یکی نوشته اسمیته، اون یکی نوشته نمیدونم جانه، بعد تا میبینیش های جان هاو آر یو، یه فیلینگ دوستی برقرار میکنه. باور کنید من پیام دوم شما رو که شنیدم که شما گفتی اسم داووده، اصلا انگار الان خوشحالم، مرسی، خیلی ممنون، روز من ساختی. ولی پیام اولیش که اون کسی که از من سوال میکنه به صورت فوش که چرا اسم اینو گذاشتین تلویزیون مردم ولی سربی فلان فلان شده و آقای یزدان خدا بندلو فلان فلان شده توشه، وقتی این دوتا رو با هم چی میکنیم، طرف معلوم شاهولایی. من براش نوشتم که آقا خیلی ممنون که نگاه میکنی، امیدوارم امسال فوش ندی. این دوستمون خانم نیه هی به من میگه که اینا شاه اللهی و طرفدار سلطنت نیستن، اینا مامورای جمهوری اسلامی هستن و میان تو تلویزیون های مختلف به عنوان طرفداران پادشاهی این سم تا هم گوش کنم، چون میبینم که سم این ورور مینویسه، حتی نوشته بود که طرفدارای رضا پهلوی که به جز یه عده‌ای که فقط فوش میدن کسای دیگه‌ای نیستن. در هر صورت این دوستمون منطق داره، میگه که همون جوری که فلسفه 80-20 داریم که تلویزیون‌ها اگه 80% دارن بدی میگن شما رو گول میزنن، اون 20% پشتش طرفدار آخوندها هستن، درست برعکس تلویزیون مردم، یه فلسفه هم داریم که بعضیا به عنوان دوست یا دشمن میان ولی درست برعکسه. این دوستمون میگه اینایی که اینجوری مینیسن اینا طرفدار پادشاهی نیستن. حالا امیدوارم ایشون درست بگه. در اصل من نامه‌ای که برای اون دوستمون نوشتم براتون میخونم. ولی داوود عزیز از بلژیک پیام اولیش رو پخش میکنم. پلیر 3 ببخشید بفهم. آقای سربی گرامی، صبح شما یا ظهر شما بخیر. من از بلژیک تلفن میکنم، برنامه‌هاتون رو میبینم، جالب، شنیدنیه و شیر میکنم، حتی از دوستانی هستن در ایرانم از صفحه فیسبوک من میبینن. راجب هواپیما پرسیده بودید، اگر کسی میدونه که این 20 دقیقه نیم ساعتی که فرق میکنه از غرب به شرق، از شرق به غرب، چون من 10 سال در یک هواپیمایی بلژیکی کار میکردم، اینو در زبان تکنیکی و پروازی میگن هد ویند تیل ویند. برای مثال از ایران به سمت اروپا یا آمریکا که میان، چون باد از جلو میخوره به دماغ هواپیما، حدود 20-25 دقیقه دیرتر میرسه. وقتی که از
آمریکا به اروپا یا از اروپا به سمت آسیا یا شرق به ایران حتی میرن، از پشت باد میزنه به دم هواپیما حدود 20 تا 25 دقیقه بسته به نوع هواپیما داره زودتر میرسه، که در خلبانا وقتی میخوان پرواز کنن میگن هدوین چی هست، وضع و اوزاش فشارش، یا تیل ویند که همون باد به دم، باد به نوک به سر. خیلی خیلی لذت میبرم، امیدوارم که روزی بتونم امکانی پیدا بکنم که حق ادا بکنم برای کمک به تلویزیون مردم. حتما این کار رو خواهم کرد، یه راهی براش پیدا میکنم. پرتوان باشید، خوب کارتون، انتقاداتون درسته، بعضی مردم هم که ناراحت میشن همونطور که اهمیت نمیدید همون اهمیت هم ندهید بهتره، اگه دوست دارن ببینن، دوست ندارن که کانال زیاد هست. روز و روزگار بر شما خوش، موفق باشید. ممنونم داو جان. آمریکایی‌ها یه چیزی دارن اینجا، نمیدونم ما توی فارسی داریم یا اگه داریم من استفاده میکنم، بعضی وقتا نمیتونیم همون موقع تشخیص بدیم، میگن که you have made my day، یعنی روز من رو ساختی، و نمیدونم تو فارسی ما میگیم همچین چیزی رو. خیلی ممنون، چون مثلا یه تلفن ارجنت یا امرجنسی گرفتم که باید برم واشنگتن، اینه که یعنی بهم گفتن ساعت 3:10 اوبر میاد اینجا وای میسه، گفتم باشه. و راجع به اوبر، میدونید که اوبر و ماشین ما گوگل دارن تلاش میکنن که ماشین‌های بدون درایور، بدون راننده بسازن، و الان دارن تست میکنن. البته بغل دستش یه نفر فعلا نشسته، ولی دو سه روز پیش توی آریزونا یه خانمی مثل که از ایستگاه قطار یه جایی، یعنی یه نفر یک پریده جلوشو کشته، گفتم بابا دیگه ما کامپیوترها هم نمیتونن حریف ما بشن، یه کارای انجام میدیم، چون کامپیوتر صفر و یک پروگرام، این کار که شد این کارو بکن، اون کار که شد اون کارو بکن، دو به اضافه دو منهای چار، اینجوری اینجوری، یه دفعه یکی بیاد بگه هه 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 این نمیفهمه چیه، گیج میشه. یادمه علی قاسم زاده، کجا هستی؟ اولی سال، دومی سالی که ما بود آمریکا، ما هنوز ایران بودیم، اونو خسرو قاسم زاده و داداشش هاشم قاسم زاده و اینها آمریکا بودن، و علی رفته بود رشته کامپیوتر، اون موقع از این پانچینگ کارتا بود که مینوشتی پانچ میکردی میدادی اون برات میخوند، بعد این ورداشته بود فوش نوشته بود، بعد میگه که این کامپیوتری که صداش هم زنه، گفته که من متوجه نمیشم، لطفاً بیشتر توضیح بده. گفت حالا من این فوش رو میخوام بیشتر براش توضیح بدم، که وقتی من میگم فلان فلانت حالا یعنی چی. خب آقای شاهین فاتحی میگه اتهاراتون که امروز پدر رنج دیده و صبور همرزممان کدبان محمد صالحی بختیاری، بنیانگذار جنبش ملی آزادی خواهان ایران، پس از تحمل سالها درد مجروحیت شیمیایی و رنج دوری و فشار فرقه قاصب حاکمیتی میهن، حاکم میهن دار فانی را ودا گفتند و به جمع شهیدان جانباز میهن پرست پیوستند. از سوی تمامی یاران و همراهان جنبش ملی آزادی خواهان ایران به فرزند لایق و برومندشان جناب محمد صالحی بختیاری تسلیت عرض میکنم و برایشان از درگاه خداوند صبر مسئلت داریم. من فکر کنم آقای بختیاری رو باهاش کلکل کردم روی فیسبوک، ولی الان نمیتونم به اصطلاح یادم بیاد. در هر صورت همین که یک ایرانی فوت شده، اونم کسی که درد کشیده، اونم کسی که درد شیمیایی، من آلمان بودم و میدیدم اینا رو میارن، بعد آخوندا برای که سوء استفاده تبلیغاتی هم بکنن اینا رو از اون قسمت پشت که مثلا آمبولانس باید بیاد ببره و اینها نمی‌آوردن، می‌آوردن اونجایی که مردم وایسادن منتظر عزیزانشون، این بنده خداها رو دست پای سوخته، صورت سوخته می‌آوردن و الی آخر. یعنی چی؟ آخوندا بلدن از هر چیزی تبلیغ کنن. بعدم که دیدیم همین بنیاد شهید و اینها، این آقای چیز که الان همه میگن کروبی و فلان، این خودش مسئول بنیاد شهید بوده. میدونید اینایی که مجروح هستن عضو بنیاد شهید هستن، به این خاطر که اینها مثلا میگن شهید 40 نمیدونم یه چیز 40%، 60% فلان، بستگی به دستش از دست بده، پاشو از دست داده، و چقدر دولت حکومت آخوندی و این آقای کروبی به اینا بدرفتاری کرده، حق اینا رو خوردن، هی پولاشون رو دادن به آقازاده هاشون،
این ور اون ور و یکی یکی میبینیم آقازاده هاشون ببخشیدا این ور فلان میشن اون ور فلان میشن و به گا میرن، یک میفته زندان، یک میره تو قاچاق و الی آخر. این صندلی که صدا میده، اون روز مینا خانم نوشته بود که ساعت دقیقه 1:58 سگ شما صدا داد. ما 3 سگ داریم ولی تو خونه من نیستن. اگه بچه هام اینجا باشن، وقت 4 بود، یکیش تازگی میلر و بنده خدا پیر بود دیگه، مجبور شدیم بخوابونیمش، ولی الان 3 سگ داریم و اگه بچه ها اینجا باشن اونا میان که دیگه به قول آمریکایی‌ها و اینا فول هاوس، ولی اون روز نبوده. احتمالاً این یا خودم بودم داشتم واق واق میکردم یا این صندلی یکم که اینجوری میکنه. صندلی نو ها، اینو بنده خدا آقای اجلالی به ما داد، ولی صندلی نو ارزون، نو خوبی نیست. حالا اگه یه کسی 200-300 دلار بهمون بده، میریم یه دونه از اون اگزیکیتیو چیرا میگیریم، اینجوری برنامه اجرا میکنیم. یادتونه یه دفعه یه نفر با آقای چمنارا برنامه اجرا کرد و ماشاءالله شکمش هم اینجوری، گفتم آقای چمنارا این چرا اینجوری نشسته؟ دیدید اینایی که خیلی چاقن وقتی هم رانندگی میکنن اینجوری رانندگی میکنن. من میگم یه دستی هم باید براشون بسازن که برسه به فرمون. در هر صورت سلام سربی، منم آمدم، منم اومدم، خیلی خوش اومدی ولک ولک، خدا رو کولت، امروز که تو دیر آمدی من زود میخوام برم، من یک کال ارجنت کال دارم باید برم، اتفاقا یه مهمونی رو قرار بود ساعت 3 مصاحبه کنم و برای ایشون هم نوشتم we have to postpone it. postpone یعنی عقب بندازیم و امیدوارم بتونم در برنامه های آینده با ایشون داشته باشم. پیام ها رو پخش میکنیم، یه دونه دیگه ایشون پیام گذاشته، من اون رو هم پخش میکنم که امیدوارم درسی باشه برای دوستان دیگه و ببینن که این آقا داوود که پیام گذاشت، حالا بعد از این پیام نه سوربی مأمور فرستاد اینو ترور کنن، نه خدایی نکرده چون اسمش در تلویزیون مردم پخش شد. نه بابا، اگه توی مهمونی که شما میری یه چیزی که میگی طرف میگه ببخشید اسم شما چیه، شما میگی من داوود هستم. آقا داوود خیلی ممنون. آقای سوربی گرامی، من مجددا همون فردی هستم که از بلژیک تماس گرفتم، پیام گذاشتم راجع به تکنیک هد ویند و تیل ویند. فکر کنم فراموش کردم اسمم رو بگم، یه اسم کوچیک بهتون میگم، داوود هستم. چون شما خیلی دوست دارید که کسی که تلفن میزنه محل یا اسم یا زمان رو بگه. هر حال جمعه است، الان هم فکر کنم 12:32 من ممنونم از داوود جان. منظور من از زمان این نبود که شما تو بلژیک چه ساعتیه، اینجا چه ساعتی. بعضی از دوستان یه دفعه یه چیزی رو میگن مال 6 پیش که گذشته تموم شده من خبر ندارم. من میگم اونا که دارن یه فیلمی رو از گذشته میبینن به من بگه که سوربی برنامه مثلا حالا فروردینه، شهریور 1396 فلان روز توی دقیقه فلان اینو گفتی. ولی خیلی خوبه، من یه دوستی دارم هر وقت از فلوریدا یا کالیفرنیا زنگ میزنه میگه که الان اینجا ساعت اینه 11:11 است و الی آخر. ضمناً شما چون گفتی نمیدونم بگم صبح بخیر زور بخیر، دیدم و شنیدم از موقعی که ما ایرانی ها به خاطر این انقلاب در تمام دنیا پخش شدیم و دوستان میگه آقا صبح بخیر، یا آقا چی صبح بخیر، ما صبح داره داریم کار میکنیم، یا آقا اینجا خب صبح چه کار کنم، حالا دیگه میگن وقت بخیر. اینم من از شما یاد میگیرم، شما یه چیزی از ما یاد بگیری که اگه یه کسی گفت آقا چرا میری اونجا، بگی اینجوری خب فرخ عزیز شما چرا اینجا مینویسی، ولی توی مسیج های فیسبوک که برای من مینویسی اونجا نمینویسی. اتفاقا امروز پیامتو که میخوام پخش کنم بعد بگم که فرخ جان به عنوان احترام به دوستانت اولا یکم کمتر براشون هر چیزی رو بفرست، چون خداییش میگم اگه خواستی یه روزی بیا اینجا نهارم بگی بیا و بشینی، چیزایی رو که شما یه روز برای من فرستادی ما میشینیم از اول تا آخر نگاه میکنیم. اگه تو هم مثل اونای دیگه نمیگی آقا من فرستادم، منظورم این نبود که نگاه کنی، ببینیم زمانش چقدر میشه. و اگر منی که نزدیک 20,000 نفر رو این فیسبوک فلان دارم، یه نفر شما دوست خوب اینقدر میخوای من به شما وقت بدم، دیگه خب باید
وقت میشم مثل اون دوستمون که آقا من وقت کم میارم، ولی ممنونم. میگه اوکی مرسی دمت گرم. و اما یک انتقادی کرده که به رگ و گوشت و پوست و استخون سربی زده، ولی جواب دارم براش، صد بده. مرسی. آقای اکبری هم اینجاست، خسته نباشید. شما هم خسته نباشید. با داشتن دوستانی مثل شما آدم خسته نمیشه، انرژی میگیره. بریم سراغ فرخ. فرخ پیامش رو شماره 703 اگه اشتباه نکنم، نه؟ کجایی کجایی که رفتی؟ خدایا این پیام ها رو میذاریم بعد که میخوایم پیداش کنیم، هی باید دنبالش بگردیم. نه اون ماربل که آقای خسرو بهرامی لطف کردن از نیویورک زنگ زدن، اونجا برف بسیار سنگینیه، اینجا میگه من باید برف خونه و جلو خونه و اینا رو تمیز کنم، بعد تازه میام دم فروشگاه و مغازه باید اونجا رو هم تمیز کنم. نگاه کن آقای فعال سیاسی، ببین سوربی اینجا نه منشی داره، نه دفتر داره، نه دستک داره، یه تلفن این روزا همه کار میکنه. میگه آگهی رو پخش کن، بریم آگهی رو ببینیم. برای این دوستمون نوشتم که آقا جون شما آلارم ساعتت رو بذار رو 2:58، من ساعت 3 با تماس میگیرم، که حالا همش باطل شد بر اثر این به اصطلاح امرجنسی که برای من پیش اومده. و خب حالا یه کاری میکنیم، توی این فاصله ای که من این دو سه تا آگهی رو براتون پخش میکنم، شما هم میتونید آگهیتون رو اینجا بدید و ما براتون پخش کنیم، من پیام فرخ رو هم پیدا میکنم و بریم با اندی شروع کنیم. پلیر 4. بزرگترین و باشکوهترین تور نوروزی 1397 برای اولین بار، تور جهانی بیقرار 2018، اجرای کامل آلبوم استثنائی بیقرار با نام پر افتخار موزیک پاپ ایران در صحنه های بین المللی. اندی نهوم مارج نیویورک، 16 مارج سیاتل، 17 مارج ونکوور، 20 مارج لندن، 21 مارج دوبی، 22 مارج استانبول، 24 مارج ایروان، 26 مارج تبریز، 28 مارج قبرس، 30 مارج آنتالیا، 20 آوریل شیکاگو. برای اطلاعات بیشتر می توانید به صفحه فیسبوک اندی مدادیان یا صفحه اینستاگرام اندی موزیک وان مراجعه کنید. بزرگترین و باشکوهترین تور، ببخشید این نمیره تکرار. دوستان عزیز پس فردا یک شنبه از 8 شب این برنامه به اصطلاح God's Grace یا اولینش هم هست، مال امسال به اصطلاح جشن نوروز و اینا رو اونجا میخوان انجام بدن، بیاین با هم دیگه یه شب پرشور و حالی داشته باشیم، دید و بازدید عیدم باشه. و این میگم متاسفانه دوستان وقتی این آگهی ها رو درست میکنن فقط برای یه جا درست میکنن و به فکر این نیستن که با چند تا اندازه مختلف برای جاهای مختلف درست کنن، و اینه که به این صورت در میاد. اجازه بدید من الان میام اینجا در قسمت آگهی ها این 26 رو باز میکنم، بعد به شما به صورت دو تا عکس نشون میدم، یکی به قسمت بالا و یکی هم پایین که بهتر و بزرگتر دیده بشه. این خوبه؟ اگه خوبه بگو خوب نیست، بفهم. این از این، یکی دیگرش هم از اینجا تا به اینجا، این هم از این. دوستان عزیز این برنامه است و اگر جایی براتون سوال پیش میاد، اتفاقا هدف این برنامه آقای تبریزی همینه که سوال براتون پیش بیاد بعد بیان اونجا سوال بپرسید ایشون جواب بده. ولی ایشون هدفش یه هدف بزرگیه که اون روز به من گفت که یک کسی هم احتیاج داریم که برنامه ها رو اجرا کنه، شما میخواین این کار رو انجام بدین؟ گفتم والا ما بنزه کافی برنامه اجرا میکنیم. من این آدرس و اینها رو یکم بزرگتر بهتون نشون میدم و حالا بعد با اون کسی که کارای چاپ اینا رو انجام میده تماس میگیرم، میگم یکم لطف کنن این جاهای سفید کمتر باشه
چون تو تلویزیون چیز سفید که چیزی رو منتقل نمیکنه، باید رنگ و نوشته و تصویر و اینها باشه. در صورت 26 دلار میدی شام و نوشابه و چای و همین دیدار دوستان، والا 26 دلار میارزه. این روزا مکدونالد شما میری میگی سلام 10 دلار ازت میگیره. 25 مارچ یه شنبه تا 26 مارچ چرا؟ برای که از 8 شب میاد تا 1 و 2 صبح. من اینفورمیشنشون هم بهتون نشون بدم با به اصطلاح تصویری بزرگ، چون دیدم اون روز آقای مبصری، همایون مبصری درست میگم، ایشون گفته بود که به اصطلاح بله این رو برای من بفرست و براشون فرستادم. حالا نمیدونم تماس گرفتن یا نه. شماره تلفنشون هست 202-680-0456، ایمیلشون هست tu26gg@gmail.com، 26university.com، آدرسش هم هست 45449 Severn Way Dallas Virginia 20166. با امید دیدارتون اونجا. یه برنامه ای هم دارن سفر نیویورک که اون رو از دوشنبه من براتون به اصطلاح آگهی میکنم، ولی ببینید بعضی وقتا اینه دیگه، هی شما نگید که چرا مثلا آگهی نشون میدید، آگهی نشون میدیم که وقت پیدا کنیم بریم سراغ چیزای دیگه پیداش کنیم. حالا من در حین صحبتای فرخ عزیز براتون این آگهی والنتاین رو میذارم که یک جایی هست که اگه میخواین ماشین بخرید یا ماشین بفروشین باهاشون تماس بگیرید و اینا این کار رو براتون انجام میدم. من هم چون پیام فرخ رو پیدا کردم اولا درباره هواپیما داوود جان خیلی ممنون، دوستان زیادی از جمله آقای پتیک هم همین رو توضیح دادن که در یه جهت که اینا میرن اینجوری نیست که سربالایی باشه، در جهت دیگه سرزیری باشه یا در جهت گردش زمین باشه، اون وقت در جهت مخالف باشه. همین مسئله باد رو ایشون گفتن و ایشون یه چیز دیگه هم اضافه کرد، گفت که اینا میتونن این مشکل رو برطرف کنن خیلی هم ساده. شما فکر بکن مثلا اگر RPM هواپیما روی مثلا 1000 هست، وقتی از این وری میرن که باد به دمشون میخوره، خب وقتی از اون وری میان اگه RPM رو ببرن 1300 اون جبران باد میشه، ولی مسئله بنزینه، گرونی بنزینه. اینا به همون خاطر میگن وقت و عمر آدم ها ارزشش کمتره تا گرونی. من ممنونم که هر روز از شما یه چی یاد میگیرم. امروز صبح داشتم با پتیک از طریق همین تکست و ایمیل و اینها، دیگه نمیفهمم هم چی به چیه، فیسبوک، این فیسبوک نمیاد هنوز، مینوشتیم و اینها، رسیدیم به اونجایی که جاده های ایران انقدر خوب بود چون ما با سرعت داشتیم میرفتیم به طرف تمدن بزرگ، که پدر من که مثلا راننده کامیون بود گاهی وقتا داداشم تعریف میکرد، میگو من وقتی با بابام میرم مسافرت تابستون یه جایی هست بهش میگن گردنه خر سرون گاو سرون، یعنی خر و گاو اونجا میسره، یعنی حیوان دوستان اونجا نمیتونه از این گردنه بره بالا یا پایین، و این ماشینای ماک، اونم ماک جنگی، دندش میزده بیرون. حالا این دنده زدن بیرون اشکالات زیادی داره که یه وقتی از آقای کاووسی دکتر اتومبیل خواهش میکنه بیاد توضیح بده. کلاچ اگه اشکال داشته باشه بله، دنده ها اگه سایدی شده باشه میزنه بیرون، و از همه مهمتر که توی اون سرزیری یا سربالایی دنده ها میزده بیرون، مسئله اون انجین ماونت یا دست موتوره، که اگه دست موتور مخصوصا ماشینای کهنه این دست موتور اینجوری شده باشه، بعضی وقتا حتی موتور با پنکه میره توی رادیات. خیلی تکنیکی شدیم، ممنونم و متشکرم. بریم سراغ فرخ عزیز. خب اولا اگه آقای ایران بومی روی فیسبوکه، شما روی فیسبوک داری میبینیش باهاش در تماسی، شما نباید به من بگی، به این آقای ایران بومی بگی با دوتا او بنویس. ببخشیدا، انگار که مثلا من اینجا خدمتکار شما هستم، شما میگی سر بیدی به این آقای ایران بومی اونجا وایساده. عزیز من، برای من این رو پاک میکنم، شما با خودش بنویس، ولی من براتون میگم که چرا اینجوری. این آقا احتمالاً وقتی از ایران اومده تو پاسپورتش اون آجانی ماموری افسری که توی چیز بوده، چون ما با فارسی فامیلیمون وقتی با انگلیسی میکنن چی میکنن، بستگی داره اون طرف چقدر انگلیسی بلد باشه. فامیل خود من و اونایی که انگلیسیشون خوبه می نیستن سر بی دوتا ای، نه آی،
بعضی ها حتی وای میذارن آخرش. بعد از یکیش پرسیدم که شما چرا مینویسی سور بی؟ خندید، آمریکایی بود، گفت برای که تو مثل زنبور هستی، هم ویز ویز میکنی هم نیش میزنی. سور بی اگه اشتباه نکنم اسم یه آب نبات هم هست، از بس من شیرین هستم. در هر صورت دوست عزیز، اولا خیلی ممنون که وقتی گفتم خب با ما هم تماس بگی گفته اوکی، مرسی. اکبری میگه در کتله، ببینید این همون آگهی ها، چون من یه بار اون موقع خاموشش نکردم، رفته روی اسنوز. اسنوز موقعی که صبح شما هی بیدار خواب میزنی به این چیزه میخوابه، این اینجوری میکنه. حالا دوست ما میخواد ایران رو نجات بده، من بخوام بجانی باش مصاحبه کنم، میگه تازه قبلش به من زنگ بزن یاداوری کن چون من خیلی گرفتارم. انگار که همه ما اینجا گرفتار نیستیم. حالا این آقا بهش بگو شما چه کار میکنی؟ میگه من خیلی فعالم، احتمالا از دولت داره حقوق میگیره، داره میگرده تا اون 18 ماه نمیدونم 5 سال هر چیزی که دولت بهشون پول میده. ما فقط ببخشید تو شیراز میگفتن از کلادوزی پفو زدن شیاد گرفتیم. این پفو زدن من نمیدونم یعنی چی، یا پف زدن بوده چی بوده. در اصل ما همینجوری خیلی مسئله رو بدونی که بدونیم میگیم. تو شیراز میگفتن برو بابا تو هم از کلادوزی فقط پفو زدنش یاد گرفتی. اینا هم از فعالیت فقط یاد گرفتن که بگن ما خیلی بیزی هستیم و نمیرسیم. ولی داستانی جالبتر براتون بگم. آقای چمنارا اون روز بعد از این که من وبسایت ایشون رو نشون دادم و یه تبلیغ مجانی براش کردم، ایشون چون خیلی زبله دوباره ما رو سر چی میگن، سر نخ نمیگن، یه چیزی میگن که یعنی جنگ یه چیزی، بالاخره ما رو قلقلک کرد که امروز هم بگیم. ایشون اومده گفته آقای سوربی این وبسایتی که من درست کردم 9 دلار برای اسمش دادم، ماهی 2 دلارم، چون روی فیسبوک نوشته و همتون میتونید بخونید، میگم ماهی 2 دلارم دادم، یعنی حقیقتا مجانی و من اونجا کاری ندارم. ای آقا این که توهین بزرگی شد به مردم، یعنی چون مجانی بود من این بند رو آویزون کردم، شما حالا اگه اونجا رد شدی گردنت گیر کرد اعدام شدی به من مربوط نیست، من همینجوری این آویزون کردم. عزیز من شما اگه یک کاری میکنی باید ریسپانسیو باشی، جوابگو باشی، مسئول باشی. یکی سوال میکنه جواب بدی. 1-800-800-800 ایمیلش هم اون، کانتکتش هم اون. و ما چرا اینجوری هستیم؟ یه کاری رو که اشتباه میکنیم به جایی که اشتباه کردیم به طرف بگیم I'm sorry، اینجا میگن my bad دیگه این روزا، my bad، my mistake and I will correct it، من درستش میکنم. نه آقا، میگم طرف فیسبوک مثلا برای من از همین دیگه، من الان جواب نمیدم. میگم آقا برای فیسبوک فرستادم. میگه آقا کی فیسبوک چک میکنه؟ ببخشید تو یه اولاد باید چک کنی که اسمتو گذاشتی اونجا، اون قسمتی هم که مردم پیام میفرستن بازه ولی جواب نمیدی. میخوای جواب ندی؟ مثل سوربی مؤدبانه بگو چرا جواب نمیدی. من نوشتم به خاطر اینکه نزدیک به 20,000 نفر اینجا هستن من نمیتونم جوابگو باشم. حالا یک کسی میفهمه بفهمه، نمیفهمه بره سراغ کار خودش. ممنونم، بریم سراغ فرخ ببینیم چی میگه. از نمدمالی هن هن کردنش رو بلدین. راست میگه، اینایی که نمد میمالیدن چه کار سختی هم بوده. حالا همون چه کلا چه اون مثل یه چیزایی مثل کوت و اینا بود یا این خیلی جالبه، اونی که کار میکنه هن میکنه. حالا ایمیجین مثلا فکر کنید که من کار نکنم ولی اینجا نشسته باشم میگم هن 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 کنه. بله، در کتل دختر پیرزن کامیون ها باید دنده عقب میرفتن. اگه گفتی چرا چرا دنده عقب میرفتن؟ این یک کمی باید بیری تو گیر باکس یا توی جعبه دنده. خیلی جالبه، ما گیر باکس رو تو ایران هم گیر باکس میگفتیم، گیر باکس جعبه دنده ها. و به من بگی که چرا جایی که حتی با دنده یک نمیتونستن برن بالا با دنده عقب، که چه خطرناک بود، بعضی ها بدبخت ها میرفتن بالا، مخصوصا آینه هم که برقی نبود، اینجوری حالا که داری میری بالا اینجوریش کنی پایین رو ببینید، پایین رو نمیدید میافتاد تو دره، حالا فکر میکرد تو جاده است. بله، منتظرت هستم اکبری. بریم پیام فرخو بشنویم، منم جوابشو بدم و برگردیم. الو، سلام پارسای عزیز،
قصد از اینکه تلفن کردم این بود که اولا عید و تبریک بگم، انشالله سال خوبی داشته باشیم و خانواده همیشه خوب و خوش و سالم باشن. در ضمن من برنامه رو مستقیم ندیدم، بعد ریپلیش رو نگاه میکردم، گاهی وقتا نمیدونم، شاید من اشتباه میکنم. شما یه جایی گفتین که مثلا خواننده میان میخونن مثل پرون توی آرژانتین خوند و بعد مردم رو ببین به طرف مثلا علیه حکومت اینا، بعد اینه که بندری میخون مسخرش کردیم، البته مسخره نکردیم ولی گفتیم خب چرا اینجوری میخونه. خب میشه ایرانیان میتونن انقلابی بخونن اگر بتونن، البته تو ایران. بعد گفتیم که خب کنسرت همینجا وایس میتونن انقلابی بخونن، حالا گیرم که تو ایران نمیتونن انقلابی بخونن، ولی توی خارج دارن انقلابی میخونن. برای چی؟ برای چی؟ برای این که پشتش یه عملی انجام بدن، مثلا بعدش بگن که ما میخوایم 3 نفر رو بفرستیم بچه آیت الله فلانی رو نفله کنه، بیان فلانجا داوطلبا بیان جلو. شما چون بشر ذاتش اینه، بشر اون قسمت ایرادا رو دنبالش میگرده. شما تو صحبتای من اولا اگه یادتون باشه در رابطه با گوگوش هم شما به من اعتراض کردید که تبلیغ گوگوش چرا نشون میدیم، نشون ندید و این هنرمندا اینجوری اونجوری. من گفتم آقا گوگوش اگه میره نیویورک میخواد اونجا پرچمه نمیدونم شیر خورشید دور خودش بپیچه و اینها، من اصلا کاری به اون کار ندارم، آزاده، اون وقت شخصیشه. اینجام که میاد میخواد اجرای هنر کنه کاری به این ندارم، ولی اگه اومد خواست از هنرش سوء استفاده کنه مثل آقای دکتر بین شاهکار بینش پژو، اون موقع من نظر خودم رو میگم فرخ جان، این نظر منه صرفا. حالا به این دلیل که توی این قطعی هستم معنیش این نیست که یه چیز مهمیه و یه کاری رو یه کسی باید انجام بده. شما میتونی گوش کنیم بگی بله درست میگه، میتونی بگی نه این اشتباه میگه. دفعه دیگه که این آقا با تنبونش، با تنبونم نبود، با لونگ بسته بود به خودش، شما بری کنسرت رو ببینی و شما رو هم به شور هیجان بیاره، همه دوز آخون دوز این دوز اوکی، همه دو اوکی، منم دوز تو هم دوز، خب اوکی، حالا چی کار کنیم؟ مگه آمریکایی نمیگه then what، بعدش چی؟ این بعدش چیا که اون پرون میگه مثلا بیان در میدون شهر بشینید، نرین امشب اومدید اینجا برید جلو شهرداری، فردا بشینید خیابونای اینجا رو ببندید، حتی در خارج فلان کنید. این بن وات اینا ندارن، اینا اون قسمته میبینه مردم به تو ایران بودم آقا آهنگ میخوندم میگرفتنم چه خوب شد، اومدم خارج میخونم پولم بهم میدن، عقده خودم خالی میکنم، عقده اینا رو خالی میکنم، آخوندم میگه آقا خوب شد ما اینو فرستادیم خارج یا اذیتش کردیم در رفت خارج، هم یه سوپاپی شده برامون اونجا ناراحتی های مردم رو فرو میکشه، همی که از دستش راحت شدیم یه نفر زندانی کمتر. و دوست عزیز حالا بعدش میگی بفرمون میذارم، بعد میرم جای دیگه میام، میگن که بیاییم بریم قلیون بکشیم و این حرفا. یادتون هست کنسرت گوگوش که بود گفتین که یه جای دیگه بعد از کنسرت هست که میتونیم بریم مشروب بخوریم، آیا اینا شبیه نیست؟ بله یادم هست. حالا شما یادت هست کنسرت گوگوش کی بود؟ 24 فوریه بود. آقا پول دادن آگهیشو پخش کردیم، پول داده گفته بعدش هم اونجا آگهیشو پخش کردیم. من هیچ اشکالی نمیبینم بعد از اونم شما بری کازینو تا صبح بازی کنی، ولی اگه فردا توی مهمونی گفتی من رفتم کنسرت گوگوش که ایرانو نجات بدم، همین من یقتو میگیرم میگم آقا چی کار کردی؟ اومدی اونجا رقصیدی و یاد خاطرات گذشته افتادی. فردا اگه بگی من دیروز زور دیروز از تالا نخوابیدم چون رفتم کنسرت گوگوش، بعدش هم رفتم افتر آورز، بعدش هم رفتم کازینو که ایرانو نجات بدم، من میگم زرش، اینجوری میخوان ایرانو نجات بدین؟ و عزیز من بارها بهت گفتم مشکل تلویزیونای ایرانی اینه، ما تبلیغ چلو کبابی نشون بدیم، اون آقای دکتره میگه آقا من دیگه اینجا نمیام چون شما تبلیغ چلو کباب نشون دادید و مردم کلسترولشون میره بالا.
در صورتی که حقیقتاً چون کلسترولشون میره بالا شما بیای اینجا. اگر تبلیغ نمیدونم ویجیتریان نشون بدین، چلو کبابی تبلیغش رو قطع میکنه، میگه آقا ما میخوام مردم گوشتخوار باشن. شما نه بابا جون، شما بیا راجع به فواید گوشت بگو و بگو که خیلی از اینایی که ویجیتریان هستن دردهای مفاصل، پادرد، فلان اینها از اونه. از این ورم گوشت نقرس میاره و ما هم که یا از این ور میخوام شوری شور یا از اون بر بی نمک، اینجوری میشیم. در حقیقت فرق عزیز هیچ اشکالی من تو این نمیبینم. شما الان برنامه کیا میخوان بیان اینجا؟ سیاوش قمیشی میخواد بیاد، همه اینا میخوان بیان، اینا دارن زندگی میکنن، بعدش هم اون رستورانه میخواد زندگی کنه، چه اشکالی داره؟ ولی من نظرم راجع به آقای دکتر شاهکار بینش فجو نمیدونم چی میگم، نظرم راجع به این مش محمد بود، شیر محمد بود، میگم خب که چی؟ شما جواب که چی رو برای من پیدا کن، نه اینکه سر به یادت میاد اون روز گفتی اونجوری. چه زد و نقیزی بین این هست؟ چه زد و نقیزی؟ الان دارم میگم آب خوبه، امشب اگه دارم آبجو میخورم میگم آبجو خوبه. شما تفاوتی یا اشکالی میبینی بیا توضیح بده. شما بگو آب بده به جاش پپسی بخورین، آبجو بده به جاش گلاب بخورین. نه، شما برو جواب اون حرف منو پیدا کن. رفتیم کنسرت شیر محمد، دیگه بهش نمیگیم زار محمد. خب بعدش چی؟ $30 $60 $70 دادیم، حالا بعدش من بیام توی مهمونی ها پوز بدم آقا عجب کنسرتی بودا، دیدی چی گفت؟ دیدی حالا که از ایران اومده بیرون چقدر شجاع شده؟ این آقا تو ایران هم که بود من مصاحبهاشو با تلویزیون بی بی سی و اینا دیدم. که چی آخه؟ بله. Then what؟ سوال میکنه. بله. خیلی ممنون. فرخ، مرسی. فرخ وقتی راجع به فامیل و اینا گفتم نوشته ببخشید. نه، احتیاج ببخشیدن نیست. ولی این اشکال احتمالاً شما هم مثلا همین فامیلی تو ممکنه خیلی ها بدون اینکه بفهمن تشدید یعنی چی با یه آر بنویسن، یا مثلا به جای KH خ یه اکس بزرگ میذارن این روزا. این اکس کوفتی هم چه مکافاتیه، یه جایی صدای ز میده، یه جایی صدای خ میده، یه جایی صدای ه میده و بماند. در اصل ممنونم، خوشحالم فرخ که با ما هستی. کی میای تو برنامه یا یه ویدیوی اسکایپی درست کنی صحبت کنی؟ ضمناً ماشین پاشینات را افتاد، گفتی گرفتن و بردن و مالیات و اینها، ضمن این که این روزا احتیاج به داشتن ماشین نیست. این سرویس های اوبر و لیفت و جونو و اینا انقدر زیاد شده و انقدر دارن با هم می جنگن قیمت ها را آوردن پایین، واقعا از اتوبوس ارزون تر شده. اتوبوس حالا شما باید تو سرما گرما راه بیفتی بری یه جایی، این بدبخت راننده میاد و دم در منتظره، تازه بعدم که بهت زنگ میزنه که بابا جون این که برات پیام فرستاد که ما یه دقیقه اینجا هستیم، شما تازه رفتی توالت بلند شو بیا دیگه. اون وقت قیمتش هم میتونم بگم از اتوبوس کمتره. و خیلی ها الان شنیدم که توی انگلستان راننده تاکسی ها اوبر رو کردن بیرون، همینجا هم صحبتش هست چون سرویس های دیگه‌ای شروع کرده که خطرناکه. مثلا به طرف میگه که شما از خونت بیا بیرون سر چهار را وایسا، حالا اون رانندهی که مثلا از واشنگتن بلند شده بیاد سوربی رو اینجا برداره. ما وقتی تازه آدرس می‌نویسیم، بالای در خونمون آدرسه، رو میل باکسمون آدرسه، این بنده خدا که میاد چون شور و هیجان داره پیداش نمی‌کنه. حالا فکر کن که نوشته باشه وقتی پیچیدی اونجا سوربی وایساده منتظره. این اولا هر کسی وایساده باشه فکر می‌کنه اون سوربیه، درخت وایساده باشه سایه داشته باشه فکر می‌کنه اون سوربیه، بعد مزاحمت ایجاد می‌کنه، بعد شنیدم چند تا خطر درست شده. و اما فرخ بازی پیامی گذاشته، ببینیم ساعتم 2:53، من باید به قول آمریکایی‌ها رپ کنم برم. این پیام تو برای دوشنبه جشن نوروز و سازمان ملل، دکتر شهرام ایران بومی وکیل ایرانی از آلمان یه ویدیو ساخته که من این ویدیو رو بهتون نشون میدم و توی برنامه‌ها هم گذاشتم، توی پلیلیست ما خواهد بود تا 13 فروردین. و درباره آقای چمنارا هم ویدیوشون قرار بود یکی دو بار پخش بشه، میذارم تا دوشنبه پخش بشه. ویدیو ایشون هم اینجا هست، چون ایشون برای من نوشته بود که من در رابطه با زیا، ببینید آقای
چمن آرا. شما همین که یه اسمی، چه کسی اسم برای این اون درست میکنه؟ ترامپ احمق، ترامپ شالاتان، به اون میگه نمیدونم لیزی فلان، به اون میگه چش چپ، به اون میگه نمیدونم کروک هیلری، آدمی که خودش پس فطرته. شما خیلی قشنگ اولا این اسمی که می‌نویسی، اون یه نفری که میاد نمیشناسه آقای ضیاء صدرالاشرافی رو چجوری بفهمه این نمیدونم چی شیطانی که شما نوشتید اونه؟ مگه شما باور نداری هر تبلیغی کارسازه؟ اولا بنویس تا مردم برن ببیننش، بنویس اینه لینکش هم بذار و درست بنویس بابا شما مهندس مملکت ما بودی، مهندس مملکت ما اینجا هستی، شما به قول جدیدی ها فرهیخته هستی، شما سازمان داری، شکل داری، قانون اساسی داری. به این اون که نباید شما بچه کیمسار درویش آقای چمنارا هستی که من چقدر ارادت داشتم به ایشون و ای کاش بیشتر از محضرش استفاده کرده بودیم. این ایران، آقای ایران بومی گفتم کجاست؟ شهرام ایران بومی برای نوروز. ای خدا بابا اینه دیگه، والا من با ایران بومی نوشتم، اینها بزرگم نوشتم با کپیتال و از بس برنامه زیاد داریم ماشاءالله یادمون رفت راجع به اوضاع آمریکا بگین. دوستان اوضاع آمریکا خیلی قاراش میشه، فقط مطمئنم که الان مجاهدین خوشحالن چون فکر میکنن که این جان بولتون که بیاد ایران جنگ میشه، ولی از این که آقای ترامپ شالاتان احمق نادان به دلیل اینکه خودش تا اینجا افتاده تو مرداب، حاضر همه رو بکشه تو مرداب و یک اتاق جنگ درست کرده، هیچ حرفی نیست. حالا آخوندا اینجا یا زرنگن میان به مردم میگن ما اشتباه کردیم و قبل از اینکه دیر بشه مثل شاک دیر شده بود میگه ما آزادی میدیم اینجوری اونجوری به آمریکا و اینورورم میگه ما با کسی دشمنی نداریم، تو سازمان ملل هی چپ و راست میگه ما با کسی دشمنی نداریم، گردن کلفتی نمیکنن، عربده نمیکشن، یا اینکه اشتباه شاه رو تکرار میکنن. یه قسمتی از این ویدیوی آقای ایران بومی رو ببینیم، بعد من براتون اینو تو پلی لیست میذارم. زحمت کشیده، خیلی ممنون آقای شهرام ایران بومی عزیز. و ایران بومی اگه باشی یعنی بوم و مرز زمین من ایرانه، بله، ولی ایران بومی من نمیدونم معنیش چیه. و فرخ درست میگه، اگر ایران بومی هست باید اون کسی که نوشته یا اگه خودتون مینویسین یا هنوز میتونین عوضش کنین بی او او باشه یا یو باشه. وقتی یو بنویسی هیچ کس دیگه نمیخونتش چیز دیگه ای، به جای اگه میخوای کوتاه هم باشه بی یو ام وای یا بی یو ام آی. بشنوید و ببینید. خب چون اینو روی یوتیوب گذاشتن اجازه بدید من صداشو ببندم، چون اگه صداشو یوتیوب بشنوه حتی تصویرش هم ببینه میگه این ورداشتین کاپی رایت چنین و چنان، تا ما بخوایم بگیم بابا خودش با رضا و رغبت این رو به ما داده، به دوستان هدیه کرده، باید دو سه روز نامه نگاری کنیم. خوشحالم آقای افشین عبداللهی اینجاست، کسی که ویدیوش رو هفته قبل دیدید در رابطه با امداد و اینها. من فکر میکنم آقای عبداللهی عزیز اگر شما که امدادگر بودی بیا یه سری راجع به امداد به ما یاد بدی، حضورت خیلی مؤثرتر از این هست که چند سباهی بری تو تلویزیون ایران آریایی، چند سباهی بری با یکی دیگه، چند سباهی بری به این اون، بعد یکی یکی بفهمی که آقا اینا نه حسن نیت داشتن و نه بلد بودن. مشکل فقط حسن نیت ما نیست، مشکل اینه که بعضی وقتا هم بلد نیستیم. و دوستان اگه یه کسی هم هر چقدر آدم خوبی باشه اگه بلد نباشه شما حاضر نیستی قلبتو بدی دستش جراحی کنی؟ حاضری؟ اگه حاضری خب برو به سلامت. خب دلیلی که دنده عقب میرفتن آقای اکبری، اگر تو مکانیک وارد باشی ریشیوی دنده یک به اون به اصطلاح چیز فکر کنم یک به یک، ریشیوی دنده عقب به اون مثلا یک و دو دهم به یک. دنده سنگین تری هست، به فارسی میگفتیم دنده قوی تری، سنگین تری، سرعتش هم کمتره. به همین خاطر شما اگه بذاری دنده عقب هر چقدرم گاز بدی از یه سرعتی بیشتر نمیره. ریشیو یعنی نسبت. بعد میایم تو ماشینا، الان اگه دیده باشین بعضی ماشینا دی درایو یعنی ریشیوی مساوی، بعضی ماشینا اوور درایو. وقتی شما میری اوور درایو
تو هایوی هستی دیگه، الان قدرت لازم نداری، فقط سرعت لازم داری. اون موقع یه دنده دیگه درست کردن به نام OD، Overdrive. در این باره هم میگیم آقای کاووسی یه روز توضیحات کامل رو برای شما دوستان بگن. دوستان عزیز، باز هم بودجه امروز و دیروز مجلسین توافق کردن، چون امشب بودجه آمریکا قطع میشه، یه بودجه ای رو سرهم کنن، چون میخواستن برن مسافرت. باورتون میشه اینا چپ و راست تعطیلی هن؟ حالا دیگه رفتن دو هفته تعطیلات ایستر، و ما فوش میدیم که سیزه بدر رو نمیدونم فلان و اینها تو ایران هست، همه تعطیلن. هم دو هفته ول کردن رفتن. حالا وقتی که اینجا بودن، این ترامپ دروغگو گفت که من اینو امضا میکنم، حالا که اینا رفتن بیرون میگه من اینو ویتو میکنم. عجب آدم پس فطرتی واقعا. و دوستانی که هنوز با ترامپ هستین، اینجا یه چیزی دارن میگن جمپ د شیپ، یعنی از کشتی پرید بیرون. حتی وکیل خود ترامپ ولش کرد، حتی یکی از گوینده ها یا دستندرکاران فاکس نیوز دیگه گفت بابا اینف از اینف، یعنی بس دیگه آقای ترامپ، اینقدر دروغ نگو. اونم ولش کرد. حالا شما تا کی میخواین سماجت کنین و وایسین پای ترامپ، آدم دروغگویی، آدمی که ما فکر میکردیم وقتی زنش حامله بوده و بچه زایده رفته با یک پورنستار، حالا معلوم شده ایشون با دو نفر رابطه 10 ماهه داشته و به اون طرف میگفته I love you. تو آمریکا مثل ایرانی نیست، به هر کی رسیدی میگی دوستت دارم. میدونی دو تا کلمه دارن، یکی به نام از تو خوشم میاد I like you، یکی اگه گفتی دوستت دارم I love you، اون طرف دیگه الان شما رو تو لباس دامادی هم به اصطلاح تصور کرده، یا طرف شما رو تو لباس عروسی هم تصور کرده. آقای ترامپ به این خانمه که مال پلی بوی پلی میت بوده گفته I love you، و اینو برده تو خونه وقتی که زنش اونجا بوده، گفته زنم هم توی این اتاق، عکساشون هست و اینها، مصاحبهشون رو با آقای اندرسون براتون پخش میکنم، ببینید این مرد چقدر پلیده، چقدر پسفطرته. میدونم خیلی از ماها یاد گرفتیم آقا زندگی شخصیش به خودش مربوطه، همینو میگیم، بعد بلافاصله میگیم آقا شقای شبخیز دو تا خونه داره ها، آقا زندگی شخصیش به خودش مربوطه، کارمون خیلی خرابه. امیدوارم امسال کارمون درست بشه، آدمای بهتری بشیم. وکیل ترامپ هم فرار کرد، جمپینگ شیپ یا جمپینگ د شیپ، یعنی پرید از این کشتی که داره غرق میشه بیرون. چون بعضی وقتا شما اگه تو کشتی بمونی، آب بیاد تو کشتی، دیگه نمیتونی بری، ولی اگه بپری بیرون امکان داره بعدن حالا این تختهای کشتی بیاد نجاتت بده. باز هم همون بازیای علیکی، مجلس رفته خونه های خودشون. متنی که 2 سال پیش نوشتم، آقای مجید افراخته یه متن نوشته بوده 2 سال پیش، میخواستم اونو بخونم که نشد. پیام هواپیما بلژیک داوود، اینو براتون خوندم. تظاهرات فردا در واشنگتن، تقریبا میگن 1 میلیون تا حالا گفتن ما میایم، و از هتلایی که میگیرن و از اتوبوسایی که میاد میدونن. آقای چمنارا به انتقادهای من و شما جواب داده، من میخونم شما قضاوت کنید. کی میخونم؟ برنامه آینده. حتی بهتون نمیگم دوشنبه، چون این کار ارجنتی که گیرم به اصطلاح پیش اومده، ممکنه برنامه دوشنبه و چهارشنبه من رو هم تحت تاثیر قرار بده. دارم سعی میکنم برنامه رو بیارم ساعات دیرتر و روزهای تعطیلتر. بالاخره باید کار کنیم، این آخوندها حقوق ما رو قطع کردن. از بس شماهایی گفتید مزدور مزدور، هی رفتید به جای ما جاسوسی کردید، حقوق ما رو کم کردن. روز روزگارتون خوش. آخر هفته از جمعه خوب براتون آرزو میکنم. برنامه بعدی ما آقای حسن ارشاد معمولا ساعت 4 برنامه دارن، ولی من امروز به دلیلی که باید اینجا رو ترک کنم، 2 بار برنامه ایشون رو میذارم، بعدش دور بزنه برنامه های دیگه، و شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. روز روزگار بر شما خوش، با امید روزی که با مخالفاتون بتونید صحبت کنید. فحاشی رو 57 سال شاه رضا شاه پدرش انجام دادن، به اونجا رسیدن. 40 سال آخونده انجام دادن، به اینجا رسیدن. حالا شما تازه میخواین دوباره شروع کنید؟ نکنید دیگه. خدا نگهدارتون، به امید دیدار. بای بای.